دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما به برنامه از من تعلیم یابید خوش آمدید خدا رو سپاس میگیم برای نجات عظیم عیسی مسیح که فدیه گناهان ما شد روی صلیب ما را نجات داد با خونی که روی صلیب ریخت و قربانی کامل بود عیسی مسیح که تمامی قربانی های عهد عتیق رو کامل کرد تموم کرد و خداوند هدیه ابدی و هدیه حیات ابد و نجات جاودانی خداوند برمغان آورد برای ما که بتونیم با ایمان به عیسی مسیح خیالمون راحت بشه نجات پیدا کنیم از ترس از ترس مرگ از ترس رفتن به جهنم از ترس این دنیا این زندگی و خداوند ما را نجات داد به ما آرامش میده و سپاس میگیم برای عیسی مسیح که واقعا به ما آرامش میده عزیزان امروز میخوام باز از کتاب از من تعلیم یابید میخوام یاد بگیریم امروز رسیدیم به درس 28 که عنوان درس ملنیوم یا عصر هزاره سلطنت مسیحه عصر هزاره سلطنت مسیح یا ملنیوم واژه لاتینی هستش ملنیوم ملنیوم یعنی هزاره یعنی هزار سال که این تعلیم توی کتاب مقدس هستش که کتاب مقدس به ما یاد میده که عیسی مسیح که بازگشت میکنه هزار سال سلطنت خواهد کرد در زمین ما هفته های گذشته یاد گرفتیم که عیسی مسیح اول میاد روی ابرها و ما رو میخونه با صدای آواز رئیس فرشتگان و کرنا, کرنا که نواخته شد عیسی مسیح میاد روی ابرها و ما رو میخونه که ما میریم روی ابرها روبوده میشیم میریم آسمان به مدت هفت سال هفت سال که ما توی آسمان هستیم خداوند به ما پاداش خواهد داد تخت داوری مسیح خواهد بود که به ما اعمال ما رو خداوند خواهد سنجید و به ما پاداش خواهد داد و حین این که ما هفت سال توی بهشت هستیم در زمین هفت سال مصیبت شروع خواهد شد دوره هفت سال مصیبت که جا ظهور میکنه عهدنامه صلح با اسرائیل امضا میکنه و به محض اینکه عهدنامه رو امضا کرد هفت سال مصیبت شروع خواهد شد و زلزله خواهد بود و نمیدونم قحطی و جنگ و چیزهای وحشتناک خواهد افتاد که نصف جمعیت کل دنیا هلاک خواهند شد از بین خواهند رفت خواهند مرد و خیلی ها تو این هفت سال مصیبت ایما خواهند آورد به عیسی مسیح شاهدانی خواهد بود و نجات خواهند یافت خیلیا و خیلیا نجات نخواهند یافت و موقعی که هفت سال مصیبت این دوره هفت سال مصیبت تموم شد عیسی مسیح و ما و فرشتگان همه نجات یافتگانی که توی بهشت هستند به همراه عیسی مسیح و ملائکه فرشتگان با هم از آسمان از بهشت میایم روی زمین عیسی مسیح میاد روی زمین و تمامی امتها را داوری خواهد کرد تمامی کشورها را تمامی انسانها را داوری خواهد کرد و موقعی که داوری کرد امتها را اون تمامی پادشاهان جهان رهبران جهان را داوری خواهد کرد طبق رفتارشون طبق انجیل طبق کلام خودش عیسی مسیح تمامی دنیا را داوری خواهد کرد و موقعی که همه انسان ها را داوری کرد ایسای مسیح سلطنت خودش رو شروع خواهد کرد از اورشلیم به پایتختی اورشلیم بر کل دنیا ایسای مسیح حکومت خواهد کرد پادشاه جهان خواهد شد و پایتخت جهان اورشلیم خواهد بود طبق پیشگویی‌های کتاب مقدس و امروز میخوایم اینو یاد بگیریم که این دوره هزاره عصر هزاره سلطنت مسیح چه شکلی خواهد بود میخوایم اول ببینیم نقش اسرائیل نقش بنی اسرائیل در عصر هزاره چه چیزی خواهد بود این از پیشگویی های پیامبران را که به امت اسرائیل نسبت داده شده بود را به کمال میرساند خداوند با اسرائیل عهد و پیمان بست که بهشون برکت بده و میخوایم اول پیمان ابراهیمی رو یاد بگیریم خداوند با ابراهیم پیمان بست عهد بست سوگند یاد کرد که بهش امت بده بهش زمین بده نسل بیشمار بده به ابراهیم در پیدایش باب دوازده آیه یک تا, س... تا هفت میخونیم اینا که کتاب مقدس میگه که و خداوند به ابراهیم گفت از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شد خداوند ابراهیم از اور کلدانیان خوند که ابراهیم پدرش جد آبادش همه همشون بودپرست بودند و خداوند خواست که از این یک شخص استفاده کنه و راه خودش رو یاد بده و یه امتی از ابراهیم به وجود بیاره و از ابراهیم از نسل بنی اسرائیل که از ابراهیم منشأ میگیره خداوند خواست که خودش به صورت انسان بیاد روی زمین و برای تمامی انسان ها بمیره و همه انسان ها بتونن با ایمان با اون خدای نجات دهنده بتونن نجات پیدا کنن و راهی بهش بشند و خداوند به ابراهیم این وعده را داد و اینجا خداوند ابراهیم میخونه میگه از ولایت خود بیرون شو و به سوی زمینی که به تو نشان میدهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم یه امت عظیم از تو پیدا خواهم کرد این امت امت بنی اسرائیله و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم با آن که تو را ملعون خواند و از تو جمعی قبایل جهان برکت خواهند یافت میگه از تو یعنی از تو ابراهیم جمعی قبایل جهان همه امتهای دنیا برکت خواهند یافت چجوری از ابراهیم که امتی به وجود آمد که امت بنی اسرائیل چجوری همه دنیا همه قبایل جهان تونستن از امت بنی اسرائیل از ابراهیم برکت بگیرند به وسیله آمدن ایسای مسیح عیسی مسیح از نسل از ذریت وعده بود اون وعد شخصی بود که خداوند وعده داد که از نسل ابراهیم از امت بنی اسرائیل و از طایفه یهودا و از نسل داوود به دنیا خواهد آمد از قوم اسرائیل که عیسی مسیح که اومد فدی گناهان انسان ها شد همه دنیا از همه کشورها اگه نگاه کنید ایمان میارن به عیسی مسیح مسلمان امام ایمان به عیسی مسیح کاتولیک امام ایمان به عیسی مسیح ایتیستا، بی خدایان ایمان میارن به عیسی مسیح کمونیستا، ها زرتشت خیلی از انسان های دنیا ایمان میارن به عیسی مسیح و برکت پیدا میکنه این برکت هم برکت روحانیه که از جهنم رفتن نجات پیدا میکنم و میرن بهشت و فرزند خدا میشن می از تو جمعی قبایل جهان برکت خواهند یافت و خداوند بر آیه آی هفتمیه و خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم پس خداوند گفت که من به تو امت میدم نسل یه اه... امتی از تو درست میکنم بعد من به تو زمین خواهم داد و نسلی از تو درست خواهم کرد نسل امت بنی اسرائیل گفت به تو برکت خواهم از تو جمعی قبال جهان برکت خواهند یافت و به زوریت تو این زمین را خواهم بخشید زمین کنان رو زمین اسرائیل رو گفت به تو خواهم بخشید خو قوم اسرائیل اومدن اونجا ساکن شدن ولی به مدت دو هزار سال زمین خودشون رو از دست دادن موقعی که عیسی مسیح مصلوب کردند در هفتاد میلادی رومیان حمله کردند به رهبری جنرال تیتوس و حمله کردند اورشلیم رو نابود کردند و یهودیا پخش شدند تبعید شدند و پراکنده شدند به کشورهای مختلف و به مدت 1900 سال نزدیک 2000 سال زمین خودشون و سرزمین خودشون از دست دادند و خداوند که این وعده را به ابراهیم داد این وعده در هزاره دوره هزاره یعنی سلطنت عیسی مسیح به کمال خواهد رسید و و پیدایش باب 15 آیه 5 باز خداوند به ابراهیم گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هرگاه آنها را توانیش مرد پس به وی گفت زوریت تو چنین خواهد بود گو ستاره رو نگاه کن اگه میتونی اگه بتونی این ستاره رو بشماری میتونی نسل خودت هم فرزندان خودتو بشماری یعنی انقدر بنی اسرائیل یهودیان زیاد خواهند بود که نمیتونی بشماری یهودیا هیچ موقع در تعدادشون در این جمعیتی که دارن هیچ موقع نتونستن افسوده بشن همیشه در طول تاریخ بین دو تا 6 میلیون جمعیت بودن هنوزم که هنوزه 6 میلیون جمعیت بیشتر نیستن توی این چهار هزار سال قدمتی که بنی اسرائیل داره چجوری نتونستن چون همیشه علیه خداوند گناه کردن هی گناه کردن خداوند این برکتشو هنوز نگه داشته بهشون برکت نداره ولی موقعی که عیسی مسیح میاد خداوند این عهد ابراهیمی پیمان ابراهیمی که با ابراهیم بست خداوند دوباره به کمال خواهد رساند و بنی اسرائیل زیاد خواهند شد برکت خواهند یافت یه امت عظیم خواهند بود توی زمین خداوند زمینشون رو بهشون خواهد داد و این زمینی که خداوند بهشون خواهد داد بسیار وسیعتر خواهد بود و دومین پیمان پیمان داوودی هستش که خداوند با داوود پیمان بست این سری بعد از ابراهیم هزار سال بعدش خداوند دوباره وعدهشو با داوود ادامه داد و در دوم سموئیل باب هفت آیه دوازده تا شیش اینو میخونیم که کتاب مادس میفرماید زیرا ز... روزهای تو تمام خواهد شد خداوند به داوود گفت گفت روزهای تو یعنی عمر تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو را که از... از سلب تو بیرون آید یعنی زوریت تو که از بطن تو یعنی از نهاد تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت میگه بعد از تو زوریت یه شخصی از تو ظهور خواهد کرد و سلطنت او را پایدار خواهد نمود پس میگه سلطنت خواهم داد او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهد ساخت هیچ موقع کسی از داوود ظهور نکرده که بتونه تا ابد سلطنت کنه این شخص همون عیسی مسیحی که در دوره هزاره که میاد تا سلطنت خودش رو از اورشلیم از زمینی که خداوند وعده داده بود اون زمین بنی اسرائیل از اورشلیم خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد تا ابد آباد. میگه و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت و من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و در آیه 16 میخونیم که میگه و خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد و کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند پس خداوند وعده ابدی داد گفت خانه به داوود گفت من به تو خانه میدم سلطنت میدم و کرسی سلطنت میدم که تا به ابد پایدار خواهد ماند این وعده ای بود که خداوند به داوود داد و بعد میایم پیمان فلسطینی هستش پیمان فلسطینی که ادامه و تکمیل کننده پیمان ابراهیمی است که در آن خداوند وعده تصاحب کردن زمین را به اسرائیل داد اون زمین اون منطقه‌ای که بود اون بهش بهش میگفتند زمین فلسطین که اون منظور همون فلسطینی که امروز هستش به اون معنی نیست این فلسطینی ها هیچ موقع اعراب نبودن هیچ موقع زبون عربی صحبت نمی کردن. این فلسطینی ها یه قومی بودند که ساکنان جزیره طرفای یونان و قبرس بودن که بهش میگفتن پلشت پلشت بود اون اصلیتشون که ساکنان جزیره بودن از طرفای یونان و قبرس اومدن به سرزمین کنان اونجا ساکن شدند و, و بعد به مرور زمان اعراب حمله کردن به این قوم و فرهنگ اینا رو ازشون گرفتند زبانش گرفتند و اینا را تبدیل کردن به عربی به قوم اعراب و اینا رو مسلمون کردند و این زمین زمینی بود که خداوند به ابراهیم قبل از این که اینا بیان خداوند به ابراهیم داد و عده داد گفت این زمین مال منه میدم به شما زمین مال اسرائیل بود و بعد که فلسطینی ها اومدن تصاحب کردند موقعی که اسرائیلیا رفتن تبعید شدن اینا دیگه اونجا موندن و زمین رو تصاحب کردند و خداوند این زمین رو در پیمان فلسطینی به بنی اسرائیل وعده داد گفت که من به شما زمین خواهم داد این زمین رو تصاحب خواهید کرد که باز این در عصر هزاره ادامه خواهد داشت و تکمیل خواهد شد و پیمان بعدی پیمان تازه هست پیمان جدیدی که خداوند با قوم بنی اسرائیل بست نه با آه... کس دیگه خداوند با ما هم آره عهد بسته ما مایی که به عیسی مسیح ایمان میاریم با هم در پیمان تازه هستیم و نجات پیدا میکنیم ولی این پیمان تازه را خداوند با قوم بنی اسرائیل بست که در آه... کتاب مقدس میخونیم در ارمیا باب 31 آیه 31 تا 34 اینو میخونیم می خداوند میگوید اینک ایامی می آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست پس با کی خداوند عهد تازه می بنده؟ با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا پس این پیمان تازه با قوم بنی اسرائیله میگه نه نم... مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند با آنکه خداوند میگوید من شوهر ایشان بودم اما خداوند میگوید این از عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست میگه این عهدی که با اسرائیل خواهم بست عهد تازه من چنینه شرایطش اینه چی, چی هست چجوریه میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایهش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا خداوند میگوید جمعی ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت چون که ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد اینو بهش میگن تولد دوباره خداوند میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت منظورش روح خداوند موقعی که کسی رو نجات میده با فیض خودش روح القدس در دل این افراد اون شخصی که توبه میکنه به عیسی مسیح ایمان میاره خداوند روح خودش میده که این انسان ها چون روح خدا رو دارن اون روح خدا انسان ها رو جذب میکنه به سمت خداوند که جذب میشن و خدا رو خدا عاشقانه دوست دارند میگه کسی به برادرش تعلیم نخواهد داد نخواهد گفت که خدا را بشناس میگه زیرا از خورد بزرگ مرا خواهند شناخت چرا چون روح القدس در اینا خواهند بود و اینا میتونن خدا را بشناسند و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد به خاطر فدیه که عیسی مسیح برای اینا داده این هم هنوز به وقوع نپیوسته برای ما کلیسا چرا ما تولد دوباره پیدا کردیم و عهد تازه‌ای داریم با عیسی مسیح عیسی مسیح گفت عهد جدیدی با شما می‌بندم با شما یعنی کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن به ایمان دارن. به مسیحیان ولی خداوند با خاندان اسرائیل و یهودا عهد تازه رو بست این عهد تازه‌ای که بس هنوز انجام نشده در اصر در عصر هزاره موقعی که عیسی مسیح بازگشت میکنه کتاب مقدس میگه که تمامی اسرائیل نجات خواهند یافت خداوند در یک روز گناهان بنی اسرائیل محو خواهد کرد و شریعت خودش رو در باطن بنی اسرائیل خواهد نهاد از این پیمان تازه ای که خداوند با اسرائیل بست پس اسرائیل خداوند وعده داد که در عصر, عصر کل... هزاره ببخشید عصر هزاره خداوند بهشون زمین خواهد داد بهشون سلطنت خواهد داد کرسی خواهد داد کرسی سلطنت و ذریتی که خداوند وعده داد یعنی همون پادشاه جهان عیسی مسیح گفت اون خواهد آمد و تا عبد سلطنت خواهد کرد و شما را نجات خواهد داد تولد دوباره خواهید یافت در عصر هزاره این عملی خواهد شد و میخوایم ببینیم نقش, کلیسا نقش ایمانداران مسیحیان در عصر, عصر هزاره چیست خداوند به ابراهیم وعده داد تا در او تمامی امت ها برکت یابند این کلیساست تمامی امت ها امت بنی اسرائیل نیست یعنی همه جهان همه دنیا میتونند در ابراهیم فرزندان وعده بشند پس این بده معناست که زمانی که مسیح میآید و برای گناهان تمامی مردم دنیا مصلوب میشوند از طریق ایمان به مسیح و دریافت او به عنوان منجی خود امت ها نیز میتونند نجات یابند و برکاتی که خداوند به ابراهیم داد گفت از طریق تو تمامی امت ها نجات خواهند یافت این وعده که خداوند به ابراهیم داد برای کلیسا برای امت ها پیدایش باب دوازده آیه میگه و از تو جمعی قبایل جهان برکت خواهند یافت یعنی جمعی قبایل جهان نجات خواهند یافت برکت نجات میگه و در عصر فیض کلیسا جایگزین اسرائیل خواهد بود به, مقد... به مدت موقت نه برای همیشه خداوند اسرائیل کنار نذاشته خداوند با اسرائیل کار داره در عصر هزار خداوند دوباره با اسرائیل شروع به کار خواهد کرد ولی موقعی که اسرائیلیا مسیح و مصلوب کردند خداوند شروع کرد با کلیسا با ایمانداران مسیحی کار کنه و در رومیان باب 11 آیه 11 می خونیم که کتاب مقدس میگه که پس میگویم آیا لغزش خوردن تا بیفتند بنی اسرائیل میگه یهودیا میگه آیا لغزش خوردن تا بیفتند یعنی کلا محو بشن هاشا میگه بلکه از لغزش ایشان نجات به امت ها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد اینا لغزش خوردن مسیح و مصلوب کردن لغزیدند در این کارشون میگه لغزش ایشان نجات به امت ها رسید به امتا به ما ایرانیا نجات رسید به هندیا نجات رسید به چینیا نجات رسید به اروپایی ها غربی امریکایی ها نجات رسید به خاطر اینکه یهودیا لغزیدند مسیح و مسلوب کردند پس و آنها را نیز دعوت فرمود در رومیان باب نو هایی 24 تا 26 می و آنها را نیز دعوت فرمود یعنی ما نه از یهود فقط بلکه از امتها نیز چنان که در هوشه هم میگوید آنانی را که قوم من نبودند قوم خود خواهم خواند این منظورش جهان تمامی قبایل جهان میگه آنهایی را که قوم من نبودند قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه خود و جایی که به ایشان گفته شد که شما قوم من نیستید در آنجا پسران خدای حی خوانده خواهند شد پس این خداوند وعده داد که انسانها را نجات بده که فرزندان و امت خدا بشن که اینو بهش میگن کلیسا که از طریق ایمان به عیسی مسیح وارد کلیسا میشیم و امتهای نجات یافته یعنی کلیسا در عصر هزاره سلطنت خواهند کرد ما موقعی که عیسی مسیح میاد در عصر هزاره همراه با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد در دوم تیموتائوس باب دو آیه 11 تا دوازده که کتاب مقدس میفرماید این سخن امین است زیرا اگر با وی مردیم یا اگر با عیسی مسیح مردیم مصلوب شدیم نسبت به اون نفس خودمون با او زیست هم خواهیم کرد و اگر تحمل کنیم یعنی اگر این سختی های زندگی مسیحی رو تحمل کنیم صلیب و مصلوب شدن نسبت به نفس خود این چیزهای مادی رو میذاریم کنار و به طور معنوی زندگی میکنه میگه اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد پس ما عزیزان همراه با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد کی در عصر هزاره موقعی که عیسی مسیح میاد همراه عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد و در مکاشفه باب پنج آیه نه تا ده میخونیم که میگه و سرودی جدید میسرایند و میگویند مستحق گرفتن کتاب و گوشودن مهرهایش هستی زیرا که زب شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد بر زمین نه در بهشت میگه اینا کی هستن که میگه بر زمین سلطنت خواهند کرد میگه خداوند برای خداوند عیسی مسیح سرود میخونن میگن که مستحق هستی که کتاب بگیری و بگشایی مهرشو میگه زیرا که ذبح شدی یعنی مصلوب شدی و مردمان را برای خدا به خون خود روی صلیب به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان برای خدایان یعنی ما پادشاهان و کهنه ساختی یعنی ما پادشاه و کاهن خدا خواهیم بود و بر زمین سلطنت خواهند کرد کی در عصر هزار ما سلطنت خواهیم کرد پادشاه خواهیم بود توی زمین پادشاهان کشورهای مختلف خواهیم بود شهرهای مختلف خداوند ما را حاکم قرار خواهد داد در شهرهای مختلف در کشورهای مختلف عیسی مسیح در متا باب پنج آیه پنج فرمود خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارثان زمین خواهند شد کسایی که حلیم هستند و ایمان میارن به ایسای مسیح میگه وارثان زمین خواهند شد کی در عصر هزار ما زمین و وارث زمین خواهیم بود در زمین سلطنت خواهیم کرد و میخوام ببینیم پس این نقش کلیسا بود نقشه بنی اسرائیل در عصر کلیسا خوندیم که خداوند پیمان تازه باشون بس پیمان داوودی ابراهیمی فلسطینی خود... که خداوند بهشون زمین بده سلطنت بده و پادشاه بده و خداوند باشون عهد تازه بست که در عصر دوره هزاره خداوند اونا نجات بده عصر کلیسا رو خوندیم که خداوند ما رو قوم خودش خوند به وسیله مصروف شدن عیسی مسیح که ما بهش ایمان میاریم میشیم قوم خداوند که در زمین سلطنت خواهیم کرد در عصر هزاره و سومین چیزی که میخوایم ببینیم و یاد بگیریم نقش شیطان در عصر هزاره میخوام ببینیم شیطان چه نقشی خواهد داشت موقعی که عیسی مسیح میاد روی زمین شیطان چه نقشی خواهد داشت ول well, بعد از بازگشت ثانوی عیسی مسیح بلا فاصله شیطان اسیر شده به مدت هزار سال در بند نهاده خواهد شد زنجیر خواهد شد به مدت هزار سال خداوند چون جایی که خداوند باشه شیطان نمیتونه اونجا باشه خداوند میاد روی زمین شیطان باید بره شیطان نمیتونه همراه انسان ها باشه موقعی که خداوند هست و در مکاشفه باب 20 آیه یک تا سه میخونیم که شیطان رو زنجیر میزنن میندازن توی جهنم به مدت هزار سال مکاشفه 20 آیه یک تا سه کلام خداوند میفرماید و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل میشود و کلید حاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است و اجده ها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده او را تا مدت هزار سال در بند نهاد تا مدت هزار سال چرا چون هزار سال عیسی مسیح میاد همراه ما که در زمین سلطنت کنیم زندگی کنیم شیطان نمیتونه باشه میگه دیدم که فرشته اومد کلید حاویه دستش بود زنجیر بزرگ گرفت و بر مار یعنی همون ابلیس و شیطانه گرفتارش کرد و او را تا مدت هزار سال در بند نهاد و او را به حاویه انداخت حاویه یعنی جهنم او را انداخت به جهنم و در را بر او بسته مه کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا امتها منظورش امتهای نجات یافته یعنی مسیحیان را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد یعنی هزار سال تا تموم نشه این نمیتونه بیرون بیاد و بعد از آن می باید اندکی خلاصی یابد یعنی بعد از اینکه هزار سال دوره سلطنت عیسی مسیح در زمین تموم شد دوباره به مدت خیلی کم حالا چند روز چند ماه نمیدونم ولی میگه خلاصی خواهد یاب، یافت شیطان که بره آخرین سرکشی خودشو آخرین شرارت خودش رو انجام بده و بعد از اون خداوند اینو تا ابد در, در دریاچه آتش خواهد انداخت و شیطان به عنوان خدای این جهان کار خود را در خل انداختن به اهداف خداوند پیش برده است از در دوم قرنتیان باب چهار آیه چهار اینو میخونیم که در اشیا باب یازده آیه پنج هم میخونیم میگه و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت عیسی مسیحی که میاد با عدالت حکومت خواهد کرد دیگه شیطان نخواهد بود که انسانها رو گمراه کنه و اهداف خداوند رو مانع بشه و اشیا با به سی آیه اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد عیسی مسیح پادشاهی خواهد کرد به عدالت در عصر هزاره و سروران یعنی ما مسیحی که سروران حاکمان شهردار و فرماندار نمیدونم سمت های مختلفی خواهیم داشت در زمین میه به انصاف حکمرانی خواهیم کرد پس خداوند انسان را بدون حضور شیطان آزمون خواهد کرد در عصر هزاره چون شیطان نخواهد بود خداوند ما را بدون حضور شیطان بدون, بدون وسوسه خارجی ما را خداوند امتحان خواهد کرد که ببینیم آیا سرکشی میکنیم از خداوند یا نه و چهارم این چیز میخوایم نقش مسیح در عصر هزاره یاد بگیریم عیسی مسیح چه نقشی خواهد داشت در عصر هزاره ولی این امری مشخصه که جدای از حضور خداوندمون عیسی مسیح ما نمیتونیم حکومت حکومت تئوکراسی داشته باشیم تئوکراسی یعنی تئو یعنی خدا تئولوژی میگن یعنی خداشناسی تئوکراسی تاو، یعنی حکومت خدایی دموکراسی یعنی حکومت انسانی دمو یعنی انسان یا بشر دموکراسی حکومت انسانی یعنی جایی که انسان ها دستور میدن و حکومت میکنند تئوکراسی یعنی حکومت خدایی خداوند میاد و تئوکراسی خواهیم داشت در زمین که خداوند حکومت خواهد کرد خداوند پادشاهی سلطنت خواهد کرد هللویا جایی که خداوند سلطنت کنه هیچ ظلم و ستم نمیتونه باشه هیچ فسادی نمیتونه باشه هیچ کلاهبرداری ظلم ستم نخواهد بود کسی نخواهد بود که بیاد به کس دیگه ظلم کنه چون خداوند خودش حکومت خواهد کرد و اگه کسی قد علم کنه بخواد ظلم کنه به دیگران خداوند همونجا حسابش خواهد رسید و کسی نمیتونه ظلم کنه کسی نمیتونه فساد کنه و تجاوز کنه به حقوق دیگران کسی نمیتونه به زنا تجاوز کنه حق همه مرد و زن یکسان خواهد بود و خداوند اون لعنتی که انسان آورد آدم هوا آورد تو این زمین که همه ما زیر لعنت هستیم تا به امروز بیمار میشیم و ظلم و ستم از انسانها انسان ها خون همدیگر رو میریزن سر همدیگه کلاه میزنند خداوند میاد به صورت انسان که البته به صورت انسان یه بار اومد عیسی مسیح فدی گناهنما ما شد و بار دوم که میاد خداوند با جلالش میاد و اون لعنتی که انسان آورده بود روی زمین خداوند میاد اون لعنت رو ورداره و ثابت کنه که زندگی کردن با خداوند برکاته همراه با برکاته همراه با عدالت و انصافه که لذت داره و همه ما شاد خواهیم بود لذت خواهیم برد از زندگی واقعی به امید اون روز که عیسی مسیح بیاد و واقعا اون زندگی واقعی رو به ما به ارمغان بیاره پس عیسی مسیح میاد تئوکراسی رو در زمین برپا خواهد کرد و و اسامی و القاب مختلف عیسی مسیح در عصر هزار خواهد داشت که لقبش در کتاب مقدس یه لقبش شاخه است شاخه یهوه در اشیا باب چهار آیه دو میخونیم که اسم او شاخه یهوه خواهد بود بعد شاخه داوود در اشیا باب یازده آیه یک میخونیم و خادم یهوه یا شاخه دوباره در زکریا باب 3 آیه 8 میخونیم و بعد در زکر... زکریا باب 6 آیه 12 و 13 میگه مردی که نامش شاخه است مردی که نامش شاخه است شاخه چرا چون شاخه چجوری به وجود میاد شاخه از درخت به وجود میاد درخت ریشه داره ریشه چسبیده به زمین پس از زمین ریشه رشد پیدا میکنه میشه درخت و از درخت شاخه به وجود میاد و این نشون میده که عیسی مسیح همون خداونده که از زمین به دنیا خواهد آمد یعنی به صورت انسان میاد روی زمین عیسی مسیح همون خدا بود و از زمین اومد داخل این زمین اومد در این زمین به صورت انسان فدی گناهان ما شد برای همین اسمش گذشت کتاب مقدس لقب شاخه بهش میده چون از زمین خداوند ظهور خواهد کرد آره خداوند توی آسمانه توی بهشته ولی به صورت انسان میاد روی زمین برای همین اسمشو لقبشو کتاب مقدس شاخه نام نهاده و در اشیا باب 24 آیه 23 خداوند لشکرها لقب عیسی مسیح خواهد بود خداوند لشکرها یعنی لشکر آسمانها خدایی که زمین و آسمان یعنی ستارگان و ماه و خورشید آفرید خداوند لشکر بعد در ارمیا باب 23 آیه 6 خداوند عدالت ما نامیده خواهد شد در عصر هزاره عیسی مسیح خداوند عدالت ما چون با عدالت حکومت خواهد کرد و همه دنیا خواهند فهمید که خداوند عیسی مسیح خدای عادل با عدالت حکومت میکنه و در دانیال باب 7 آیه 13 لقب عیسی مسیح در عصر هزاره قدیم الایام خواهد بود قدیم ایام یعنی از قدیم تا ابد الآباد خداوند عیسی مسیح وجود داشته خدای ازلی بوده عیسی مسیح برای همین لقبش قدیم ایامه که از قدیم از ازل بوده و در میکا باب چهار آیه هفت اسم عیسی مسیح لقب عیسی مسیح خداونده در اصر هزاره لقب دیگهش خداوند خواهد بود عیسی مسیح و در دانیال باب هفت آیه 22 حضرت اعلا نامیده شده عیسی مسیح لقبش که در عصر هزاره خواهد بود لقب دیگرش از حضرت اعلا یعنی بالاتر اعلا یعنی بالاتر از همه موجودات همه فرشتگان خواهد بود عیسی مسیح و در اشیا باب نه آیه 6 پسر خدا لقب دیگه عیسی مسیح پسر خدا و در اشیا باب دو آیه دو تا چهار یهوه یکی از اسمای ایسای مسیح یهوه اسم خداست و ایسای مسیح در عصر هزاره اسمش یهوه خواهد بود کتاب مقدس میگه در آن روز در عصر هزاره اسم او واحد خواهد بود و یهوه خدای ما واحد خواهد بود یه خدا خواهد بود در تمامی جهان و اسمش یهوه خواهد بود الله نخواهد بود دیگه بودا نخواهد بود دیگه زرتوش نخواهد بود کریشنا نمیدونم راما این خدایان مختلفی که توی دنیا امروز هست خداوند میاد همه اینا را نابود خواهد کرد فقط یه خدا خواهد بود که خالق همه دنیاست خالق همه ماست که اسمش یهوه خواهد بود در اون زمان در عصر هزاره که امروز هم هست ولی خدایان بسیاری هستش در این زمان و اسم دیگه خداوند لقب دیگهش نجات دهنده خواهد بود عیسی مسیح در عصر هزاره در اشیا باب 59 آیه 20 رو میخونیم میگه و خداوند میگوید که نجات ای برای سهیون و برای آنانی که در یعقوب از معصیت مأسی... مأیس... بازیش نمایند خواهد, خواهد آمد میگه نجات برای سهیون برای یعنی قوم بنی اسرائیل خواهد آمد کی در عصر هزاره که کیسا مسیح بازگشت میکنه سلطنت خودش را شروع میکنه سهیون و نجات خواهد داد اورشلیم و بنی اسرائیل و که در سهیون اورشلیم در کوه سهیون بنا شده خداوند بنی اسرائیل و نجات خواهد داد میگه نجات دهنده ای برای سهیون خواهد آمد لقب دیگه عیسی مسیح شبان خواهد بود امت خودش و بنی اسرائیل رو به صورت شبان هدایت خواهد کرد امت خودش و کلیسا رو هدایت خواهد کرد شبان نیکو خواهد بود عیسی مسیح لقب دیگه عیسی مسیح سنگ خواهد بود سنگ یعنی صخره میگه کتاب مقدس میگه خداوند صخره من است سنگ یعنی صخره یعنی یه چیز محکم که میتونی زندگی خودتو با ایمان به اون صخره محکم که تکون نمیخوره بنا کنی و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میاری موقعی که طوفان های زندگی میاد مشکلات زندگی میاد نمیتونی تکون بخوری چون پایه زندگیت اساس زندگیت خداوند عیسی مسیحه و نمیتونی در برابر بیماری مشکلات نمیدونم مرگ ترس گرفتاری های زندگی نمیتونی تکون بخوری نمیتونه تو رو جنبش بده و تکون بده و محکم میتونی بیستی با ایمان به عیسی مسیح لقب دیگه عیسی مسیح نور خواهد بود میگه خداوند نور ما خواهد بود در عصر هزاره لقب دیگه عیسی مسیح آفتاب ادالت خواهد بود لقب عیسی مسیح و بعد میخوایم خصوصیات معنوی اصر هزاره رو یاد بگیریم این اصر هزاره چه خصوصیات روحانی و معنوی خواهد داشت خب اول این چیز ادالت خواهد بود در عصر هزاره ادالت خواهد بود در اشیا باب شست آیه 17 میگه و سلامتی را و سلامتی را ناظران تو و عدالت را حاکمان تو خواهم گردانید سلامتی عدالت خواهد بود در عصر هزاره اشیا با به 26 آیه یک, و دو میگه در آن روز که یعنی در آن عصر هزاره در دوره هزاره که عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد میگه در آن روز این سرود در زمین یهودا سرایده خواهد شد ما را شهری قوی است که دیوارها و حصار آن نجات است دروازه ها را بگشایید تا امت تا امت عادل که امانت را نگاه میدارند داخل شوند تا امت عادل را که امانت یعنی امانت و عدالت و انصاف را نگاه می دارند داخل شوند و کسانی که تشنه عدالت هستند در آن عصر یعنی عصر هزاره سیر خواهند شد عیسی مسیح در متا باب پنج آیه شیش گفت خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد کی در عصر هزار موقعی که عیسی مسیح میاد روی زمین هزار سال سلطنت خواهد کرد عیسی مسیح گرسنگان و تشنگان عدالت که تشنه عدالت خداوند هستند تشنه انصاف هستند میگه سیر خواهند شد عیسی مسیح عادل خواهد بود با عدالت حکمرانی و سلطنت خواهد کرد همه ما مسیحیان سیر خواهیم شد از عدالت عیسی مسیح هللویا واقعا به امید اون روز که عیسی مسیح بیاد و عدالت خودش بیاره و خصوصیات معنوی دیگه دوره هزاره مطیع بودن خواهد بود اطاعت از خداوند و یکی از یکی از ضروریات هدف از آفرینش این بود که خداوند سلطنتی را در زمین برقرار کند که انسان ها با خواسته خود از او اطاعت کنند یعنی انسان ها از ته دل از خداوند اطاعت کنند و درخت شناخت و خوب و بد برای همین منظور در وسط باغ عدن گذاشته شد تا انسان ها بتونند اطاعت بودن مطیع بودن خودشون را نسبت به خداوند نشون بدند و آدم از خداوند نافرمانی کرد و در آزمایش خود شکست خورد خداوند همه این چیزها را به اطاعت خود در خواهد آورد در کسی که گفت اینک میآیم تا اراده تو را ای خدا بجا آورم عیسی مسیح گفت اینک میام خداوند گفت ای پدر میام تا اراده تو را بجا آورم و عیسی مسیح که اومد ما با ایمان به عیسی مسیح مطیع خدا میشیم اطاعت میکنیم از فرمان خداوند از اراده خداوند مزامیر باب 22 آیه 27 تا 28 میگه جمیع کرانه های زمین متذکر شده به سوی خداوند بازگشت خواهند نمود تمامی کرانه های زمین یعنی همه امت ها به سوی خداوند بازگشت خواهند نمود و همه قبایل امت ها به حضور تو سجه خواهند کرد زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر امت ها مسلط است سلطنت از آن... خداوند خواهد بود در عصر هزاره و خصوصیات معنوی دیگه دوره هزاره قدوسیت خواهد بود مقدس پاکی خواهد بود گناه نخواهد بود دوزی نخواهد بود دروغ نخواهد بود زنا نخواهد بود کلاهبرداری نخواهد بود قدوسیت پاکی و مقدس بودن یکی از خصوصیات معنوی عصر هزاره خواهد بود در زکریا باب دو آیه دوازده تا سیزه میخونیم و خداوند یهودا را در زمین مقدس برای ملک خود به تصرف خواهد آورد که در عصر هزاره یه خداوند یهودا را در زمین مقدس یعنی در اورشلیم برای ملک خود به تصرف خواهد آورد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید ای تمامی بشر به حضور خداوند خاموش باشید زیرا که او از مسکن مقدس خود برخواسته است خداوند از مسکن مقدس خودش از اورشلیم که مسکن مقدسش معبدی که اونجا بنا خواهد کرد خداوند عیسی مسیح از اونجا برخواسته و سلطنت خواهد کرد زمین مقدس خواهد بود پس خصوصیات معنوی اصر هزاره قدوسیت خواهد بود قداست پاکی چون خداوند مقدسه و همه جای دنیا مقدس خواهد بود در اون زمان زکریا با به 14 آیه 20 میگه و در آن روز بر زنگ های اسبان مقدس خداوند منگوش خواهد شد و دیک ها در خانه خداوند مثل کاسه های پیش پیش مذبح خواهد بود همه چیز یعنی اون چیزهایی که استفاده خواهد شد در پرستش خداوند همه چیز مقدس خواهد بود و خصوصیات معنوی دیگه اصر هزاره راستی در اصر هزاره خواهد بود راستی و درستکاری خواهد بود عیسی مسیح به راستی حکومت خواهد کرد در زکریا باب هشت آیه هشت و ایشان را خواهم آورد که در اورشلیم سکونت نمایند و ایشان قوم من خواهند بود و من به راستی و عدالت خدای ایشان خواهم بود عیسی مسیح به راستی و عدالت یعنی همراه با راستی و عدالت خدای بنی اسرائیل خواهد بود خدای مسیحیان خواهد بود و ایسای مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم پس ایسای مسیح عزیزان راستیه و به راستی و درستکاری یعنی هیچ کار خلافی هی نخواهد داشت عیسی مسیح مثل پادشاهانی که کلاهبرداری میکنند فساد دارند نمیان چقدر پولا رو میکشن بالا میخورن دزدی میکنن از کشورها از کشوری که حکومت میکنند ولی عیسی مسیح به راستی با درستکاری یعنی با عدالت سلطنت خواهد کرد در اصر هزاره و مزامیر باب 85 آیه 10 تا 11 میفرماید که رحمت و راستی با هم ملاقات کرده اند عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده اند راستی از زمین خواهد رویید و عدالت از آسمان خواهد نگریست پس راستی میبینیم از زمین میگه خواهد رویید یعنی زمین پر از راستی و درستکاری خواهد بود و خصوصیات دیگه اصر هزاره پری روح القدس خواهد بود انسان ها پر خواهند شد از روح خداوند از روح القدس در یوئیل باب دو آیه 28 تا 29 اینو میخونیم میگه و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت بعد از آن چی؟ یعنی بعد از اینکه عیسی ایسای مسیح اومد روی زمین میگه بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد یه پسران و دختران تو نبوت خواهند کرد و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت پس همه ما پر خواهیم شد از روح خداوند و کلام خداوند رو به همدیگه خواهیم گفت و لذت خواهیم برد از کلام خداوند و میخوام ببینیم شرایط زندگی در عصر هزاره چگونه خواهد بود چه وضعیتی ما خواهیم داشت چه زندگی خواهیم داشت کتاب مقدس قسمت عظیمی را اختصاص داده به شرایط و برکاتی که در دوره هزاره خواهد بود که آن شرایط نشان از هشمت و عالی بودن آن دوره است که به مقدسان داده خواهد شد در دانیال باب هفت آیه 27 میخونیم میگه ملکوت و سلطنت و هشمت مل... مملکتی که زیر تمامی آسمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلا داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمعی ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود میگه ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمان است به قوم مقدسان حضرت اعلا داده خواهد شد پس حشمت جلال و شکوه خواهد داشت این دوره هزاره و صلح همراه با صلح و آرامش و نمیدونم تسلی زندگی خواهیم کرد با همدیگه انسان ها صلح با همراه با صلح زندگی خواهند کرد جایی که حضور خداوند امتها نمیتونن جنگ کنن نمیتونن همدیگه رو بکشن ظلم کنن به همدیگه در میکا باب چهار آیه سه وعده خوبی هستش و او در میان قومهای بسیار داوری خواهد نمود او یعنی عیسی مسیح در میان قومهای بسیار یعنی در تمامی دنیا داوری خواهد نمود و امتهای عظیم را از جای دور تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای اره ها خواهند شکست میگه شمشیر و نیزه ها را خواهند شکست یعنی اگه شمشیر بشکنی نیزه بشکنی چجوری میتونی بری جنگ کنی یعنی نیاز نداری که جنگ کنی و امتی بر امتی شمشیر نخواهند کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت پس امتی نمیتونه بر امت دیگه شمشیر بکشه یعنی جنگ کنه و جنگ را نخواهند آموخت یعنی نیاز نیست که بری خدمت سربازی و بری یاد بگیری که چجوری از یک اسلحه استفاده کنی چون عیسی مسیح خداوند خواهد بود پادشاه خواهد بود و همراه با عدالت و انصاف و راستی حکومت خواهد کرد و جنگ نخواهد بود که بخوایم بریم اسلحه یاد بگیریم و بریم جنگ کنیم و شادی شرایط زندگی دیگه زندگی ما همراه با شادی خواهد بود لذت خواهیم برد از زندگی در اشیا باب نو آیه سه میگه تو قوم را بسیار ساخته شادی ایشان را زیاد گردانیدی به حضور تو شادی خواهند کرد مثل شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجه می نماید می مثل شادمانی وقت درو می موقعی که گندم و کشاورزا درو می کردن لذت می بردن فرزندانشون خودشون شادی می کردن به خاطر اینکه پولدار شدند پر از برکات و جمع می کردن تو انباراشون می فروختن پول به دست می آوردن و شادی می کردن. یا مثال می یه موقعی که یه لشکری حمله می کرد یه لشکر دیگر رو که شکست میداد غنیمت می به رایگان سربازان می ریختند همه طلا و پول و نقره هر چی بود به غنیمت می گرفتند. برای خودشون شادی می کردند می همچین شادی خواهیم داشت در عصر هزاره سلطنت عیسی مسیح شادی خواهیم داشت لذت خواهیم برد از زندگی خودمون و قدوسیت شرایط زندگی خواهد بود در عصر هزاره حکومت توکراسی که عیسی مسیح به وجود خواهد آورد سرشار از قدوسیت خواهد بود مسیح پادشاه و کسانی که در پادشاهی او حکومت می کنند مقدس خواهند بود زمین، شهر، معبد و همه چیزی که در عصر هزاره استفاده خواهد شد همه چیز از دم مقدس خواهد بود در اشیا باب چهار آیه 3 میگه و واقعی میشود که هر که در سهیون باقی ماند و هر که در اورشلیم ترک شود مقدس خوانده خواهد شد یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد همه چیز میو مقدس خوانده خواهد شد و چهارمین شرایط زندگی در عصر هزاره جلال هستش سلطنت مسیح در عصر هزاره پر جلال خواهد بود که جلال خدا آن را پر خواهد کرد پرشکوه خواهد بود زندگی همراه با جلال خداوند در اشیا باب 24 آیه 30 آیه 23 اشیا 24 آیه 23 میگه و ما خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت زیرا که یهوه سبایوت در کوه سهیون و در اورشلیم و به حضور مشایخ خیش با جلال سلطنت خواهد خواهد نمود عیسی مسیح با جلال با شکوه سلطنت خواهد نمود یعنی پر جلال خواهد بود عیسی خداوند میگه ماه و آفتاب خجل خواهند شد رسوا خواهند شد چرا؟ چون نور آفتاب انقدر در حضور جلال عیسی مسیح کم خواهد بود که رسوا خواهد شد آفتاب پر جلال خواهد بود عیسی مسیح و پنجمین شرایط زندگی تسلی خواهد بود زندگی ما همراه با تسلی ترس نخواهد بود تیه زندگی آرامش و تسلی خواهیم داشت مسیح پادشاه خود بر امور و مشکلات هر شخص رسیدگی کرده و نیازهای آنها را برآورده می کند در آن روز پری تسلی خواهد بود عزیزاندر. از ایزان در اشیا باب دوازده آیه یک و دو اینو می خونیم. و در آن روز خواهی گفت که ای خداوند تو را هم میگویم زیرا به من غذبناک بودی اما غضبت برگردانیده شده مرا تسلی می دهی اینک خدا نجات من است بر او توکل نموده نخواهم ترسید زیرا یاه یهوه قوت و تسبیح من است و نجات من گردیده است این خداوند قوت نجات منه و نجات من گردیده بر او توکل خواهم کرد نخواهم ترسید می غذب خداوند برخواهد گشت و نخواهیم ترسید تسلی خواهیم یافت تا ابد و شیشمین و آخرین شرایط زندگی اینه که زندگی ما با انصاف خواهد بود خدمت به انسان ها با انصاف و عدالت انجام خواهد شد در اشیا باب نه آیه هفت میگه ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا عبد آباد ثابت و استوار نماید غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد پس ترقی سلطنت و سلامتی عیسی مسیح بر کرسی داوود و بر مملکت و ایتا نخواهد بود و آن را یعنی سلطنت خودش و عیسی مسیح به انصاف و عدالت از الان تا عبدالاباد ثابت استوار خواهد گرداند عیسی مسیح به انصاف خواهد بود در اصر هزار عزیزان پس این درس امروز بود اصر هزاره سلطنت عیسی مسیح یعنی موقعی که عیسی مسیح بازگشت میکنه همه امت را داوری خواهد کرد و سلطنت هزاره خود را اصر هزاره خود را از اورشلیم بنا خواهد کرد که بر تمامی جهان سلطنت خواهد کرد اورشلیم پایتخت تمامی جهان خواهد بود و قوم بنی اسرائیل قوم برگزیده خداوند عیسی مسیح خواهد بود که بنی اسرائیل دوباره زمین نو کل زمینی که خداوند بهش وعده داده بود که الان همه زمین رو ندارند امروز ولی موقعی که عیسی مسیح میاد همه اون زمینی که خداوند از از شمال مصر تا تا بالا میرید طرف لبنان اون مکان خداوند به ابراهیم وعده داد همه اون زمین رو تصرف خواهند کرد و نسلشون بیشمار میشه امت بنی اسرائیل و پادشاه عیسی مسیح میاد که خداوند اون پیمانی که به داوود و ابراهیم داد عهدی که باشون بست خداوند به کمال خواهد رساند و عهد تازه که خداوند به بنی اسرائیل داد اون موقع به کمال خواهد رساند که بنی اسرائیل تولد دوباره خواهند یافت با ایمان به عیسی مسیح و ما هم در زمین هزار سال با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد همراه با صلح و صفا و شادی و آرامش ادارت و انصاف و جنگ نخواهد بود هرگز جنگ و شمشیر رو یاد نخواهیم گرفت که چجوری جنگ کنیم این شرایط اصر هزاره هستی عزیزان همراه با ادالت خواهد بود و عیسی مسیح خدای واحد خواهد بود که دین دیگه نخواهد بود خدایان غیر نخواهد بود فقط یه خدا خواهد بود روی زمین اونم یهوه عیسی مسیح هللویا و امیدوارم که عیسی مسیح به زودی بیاد و این عدالت و سلطنت خودش و تئوکراسی خودش رو بیاره که بتونیم با شادی و آرامش و با انصاف تا عبدالآباد زندگی کنیم عزیزان بیاید دعا کنیم و خاتمه بدیم خدای تو رو سپاس میگیم برای وعده های تو که وعده های تو راست خداوندا دعا میکنم خداوندا به زودی برگردی و ادالت خودتو بیاری تو این زمین و همراه با انصاف و عدالت سلطنت کنی خداوند دنیا پر از ظلم و ستمه پر از فساد پر از گناه و آلودگی است خداوند و نیاز به تو داره که به زودی برگردی خداوند تو رو سپاس میگیم برای وعده های تو که خداوند ما پادشاهان و کهنه خواهیم بود و در زمین با تو سلطنت خواهیم کرد تو رو سپاس میگیم که خداوند به ما بها دادی ما را فرزندان خودت کردی و نقشه های ابدی برای ما کشیدی که تا ابد از ما استفاده خواهی کرد و خداوندا ما هم میتونیم تو را تا ابد پرستش کنیم و لذت ببریم از پادشاهی تو که خداوند با انصاف و عدالت پادشاهی خواهی کرد همه دعاها را در نام عیسی مسیح میطلبم آمین